سلام، یکی دیگری از برنامه های مالگه. من حنیف سلطانی در خدمت شما هستم. خدا کنه همتان صحتمند باشین. غذایی را که امروز آماده میکنیم یک نوع نرگس کباب است. در ابتدا میریم مواد لازمه را از صفحه تلویزیون نوت میکنیم. بازم با سوا باشید. مواد لازمه نرگس کباب: گوشت سینه مرغ 0.5 کیلو، تخم مرغ 7 عدد، بادنجان رومی 6 عدد، سیر 3 دندانه، نخود جوش داده 0.5 گلاس، مرچ سرخ 0.5 قاشق چایخوری، مرچ سیاه 1 قاشق چایخوری، گشنیز خشک 1 قاشق چایخوری، روغن به قدر ضرورت، نمک به قدر ضرورت. در ابتدا تخم مرغ جوش میدم. تخمای خانگی است، به خاطر که تخمای خانگی داخلش بسیار خوب زرد می باشه. یک دانیش هم میمونم، فقط 6 دانیش جوش میدم. تا تخم جوش میخوره و خود سخت میکنه، گوشت سینه مرغ از ماشین میکشه. گوشت خردسالیزه میکنم. در برنامه قبلی از گوشت گوساله آماده کرده بودیم نرگس کباب، اما امروز از گوشت سینه مرغ. به خاطر بعضی دوست هستن یا دکتر منی کردیشان مریض هستن نمیتونن از گوشت گوساله استفاده کنن، میتونین که از گوشت سینه مرغ هم استفاده کنین، فرق نمیکنه. چیزی خاصه باشه این مشکل آماده میشه. سی دندانه سیر است، ایرام اضافه میکنم. تقریبا 0.5 گلاس نخود است که قبلا نیده جوش دادیم، ایرام اضافه میکنم. گوشت، سیر و نخود از ماشین کشیدم. یک عدد تخم مرغ را اضافه میکنم بهش. مسالجات اضافه میکنم. یک قاشق نمک می‌ذارم، یک قاشق گشنیز خشک، یک قاشق مرچ سیاه، به خاطر که مرچ سیاه طعمش بسیار خوب می‌سازد، خوشبو می‌سازیشان، و نیم قاشق مرچ سرخ. ایره مخلوط میکنم با هم. نخود به خاطر دبای نزی اضافه کردم که نخود جوجه یک کمک چسب داره، خوبتر میتونه کیره با هم بچسبونه و چیز را که میخواییم آماده شود. این مخلوط شد خب هم طریق درستش. ایره چند دقیقه اینجا میمانم. بانجون میره از قسمت وسط، توتا میکنم به این شکل.
قسمت های داخل بانجور میره خالی میکنم. به ترتیب داخل بانجور میره مکمل خالی میکنم. گیره پولی دیگه میمونیم به خاطر ازی که فهمیده شد که کدامش از کدام است، خورد و کلان نشه بود. یک دانه تخمه هم میبینیم اگر آماده شده بود دوارشان بس میکشیم. تخمه آماده شده. حرارت رو خاموش میکنم. آن تخمه را آهسته آهسته پوست میکنیم. به این شکل که بانجور میست تخمه را داخل ازی اضافه میکنم به این شکل. به این شکل ایره بسته میکنم. تخمه دیگر را میمونم. یک دانه تخمه دیگر مانده، یک بانجور می دیگر را داخلش خالی می کنم. کوشش کنید که بانجور میره کمک کلانتر بشید. بسیار کلان میدم به اندازه یک متوسط. ایره به این شکل میمونه. کمی که بالا می روغن منتقل می مانم. مقدار روغن حلوت اضافه تر می دازم.
خوب کوشش کنیم که چهار اطراف برگر میگه هم داریم گوشت سینه مرغ هم بپوشیم. به می ترتیب تمام بونجورمی را در بین گوشت مرغ گرفتیم. دانی آخریش است. به این شکل هم کیره آماده کردین، میتونین به روغن اضافه کنین، اما اگر یک دانه یک سفیدی تخمه لط بزنید به خاطر از اینکه خوب مطمئن شوین که خود کف کف نسازه، میتونین یک دانه سفیدی تخمه لط بزنین، کف دستان چرب کنین و فقط آیسته آیسته فقط امروی زیر کمک امروی سفیدی تخم مخلوط کنین، بعد نیزه به روغن اضافه کنین که ما امی کار کردیم یک دانه سفیدی تخمه لط زدیم. فقط همین کفت از خواهد چپ میکنم خلاص. بسم الله نام خدا. دو دادانه اضافه میکنم به کرایی. آهسته آهسته کوشش کنیم که خوب چهار اطراف زیره در داخل روغن اضافه کنیم که مکملی پخته شد. فقط که این رنگ طلایی را به خود گرفت بیره از روغن میکشیم. دکای دیگر شاید اضافه می کنم بکرایی. یک دونه زیره پوتا میکنیم. این به شکل دیگر را زیره سرخ میکنم.
چون گرم باشه خوب توته میشه. نرگس کباب تمامش آماده شده. یک ظرف امرای برگای کرم تزیین میکنیم به خاطر که مقبول تر معلوم شود. او به این شکل نرگس کباب را داخلش میچینیم. این بود نرگس کبابی که امروز آماده کردیم. خدا کنه که مورد پسند شما بینندای عزیز قرار بگیره.